خوش آمدی ای ماه رمضان، منتظرت بودم. مرا به سفرت دعوت کن، اشتیاق دارم مرا در آغوشت نوازش کن. به سوی تو روان شدم، قطره قطره مرا به درون خود بگیر. فریب نورهای دروغین را خوردم، مرا در گهواره‌ات بخوابان. در کاسه های شهد زهر خوردم، مرا به آغوش کشید و درمانم کن. ذره ذره در فراموشی ها گم شدم، مرا نور چشم و عزیز خود کن. اسیر طغیان ها و سرکشی ها شدم، دستم را بگیر و حیات دوباره ای به من ببخش. در دام دروغ ها افتادم، زبانم را بند بیاور، مرا به راه راست هدایت کن. فریب عشق های افسونگر را خوردم، چشمانم را ببند و مرا کور کن به این عشق ها. از این عشق ها نتوانستم حذر کنم، پشیمانی مرا بپذیر، مرا پاک و زلال کن. ای ماه رمضان مرا محافظت کن. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند فرض شده بود، تا اینکه پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183. رمضان نهمین ماه از ماه‌های قمری در تقویم اسلامی و بین ماه‌های شعبان و شوال است. ریشه کلمه رمضان از رمز است و رمز به معنی داغی سنگ در اثر شدت حرارت تابش خورشید و به معنی شدت گرما می باشد. در بیان علت نامیده شدن این ماه به این اسم گفته شده است: چون در لغت قدیم اسامی ماه‌ها را به نام آن زمانی از سال که در آن قرار داشته‌اند نامگذاری کردند و رمضان در موقع نامگذاری هنگام تندی حرارت گرما واقع شده است به این نام قرار گرفته. احادیث قدسی زیادی درباره فضیلت ماه رمضان گفته شده است. در یکی از همین احادیث شریف پیامبر اکرم می‌فرمایند که در اولین شب ماه رمضان تمام هشت در بهشت باز می‌شوند. در طول ماه رمضان این درهای بهشتی اصلاً بسته نمی‌شوند. الله متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به مردم ندا بده که ای کسی که در جستجوی خیر و نیکی هستی، به درگاهم بیا. ای کسی که بسیار گناه می‌کنی، این گناهان را رها کن. آیا کسی هست که بخواهد گناهانش را ببخشم؟ گناهانشان را می‌بخشم. آیا کسی هست که محتاج رحمتم باشد؟ خواسته های او را برآورده می‌کنم. کسی هست که بخواهد توبه کند؟ توبه او را نیز قبول می‌کنم. این وضعیت از طلوع سحر تا هنگام صبح ادامه دارد. الله متعال هر شب هنگام افطار عذاب 1,000,000 نفر را که محکوم به جهنم هستند را می‌بخشد. سلمان فارسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که رسول الله علیه السلام روز آخر ماه شعبان خطبه ای برای من خواند و فرمود که ای انسان‌ها، زیر سایه ماه بسیار پر عظمتی هستیم. خیر و ثواب شب قدر که یکی از شب‌های ماه رمضان هست از 1,000 ماه بیشتر است. الله متعال گرفتن روزه در این ماه رو فرض کرده و عبادت شبانه را توی این ماه رو مستحب کرده. هر کسی تو این ماه با پشیمانی خالص و درونی به خداوند پناه ببره، خیلی ثواب میبره و این ثواب مثل ثواب ادای فریضه ایست که توی ماهای دیگه انجام داده حساب میشه و کسی که توی این ماه فریضه و واجبی رو به جا بیاره، ثوابی معادل 70 ثواب نصیبش میشه. این ماه ماه صبره و پاداش صبر بهشته. این ماه ماه یاری و دستگیری از فقرا و مسکینه. توی این ماه رزق و روزی فرد مؤمن بیشتر میشه. هر کسی توی این ماه به فرد روزداری افطاری بده، ثوابش معادل آزاد کردن یک برده است و گناهش بخشیده میشه. بعد از شنیدن این فرمایشات رسول الله صلوات الله علیه، ما هم گفتیم: ای رسول خدا، همه ما توانایی این رو نداریم که به فرد روزداری افطاری بدیم. رسول الله صلوات الله علیه ادامه داد: اگه به فرد روزدار جرعی آب یا شیر همراه با چند تا خرما هم بدهید، خداوند به شما ثوابش را حتما میدهد. اگه کسی شکم فرد روزداری رو سیر کنه، خداوند گناهانش رو میبخشه و به اون فرد از حوض کوثر آب میده و اون فرد دیگه هیچ وقت تشنه نمیشه. شخصی که به فرد روزدار افطاری میده، ثواب مخصوص به خودش رو میگیره و از ثواب فرد روزدار چیزی کم نمیشه. این ماه ماهی است که اولش رحمت، وسطش مغفرت و پایانش هم رهایی از جهنمه.
هر کسی توی این ماه کار غلام، کارگر، خدمتکارش رو سبک‌تر کنه، خداوند اون رو از آتش جهنم دور می‌کنه. توی این ماه برای 4 چیز اشتیاق داشته باشین و با 2 چیز رضای پروردگارتون رو به دست بیارین. اون 2 تا چیز دیگه هم هر وقت که احتیاج داشتین معلوم میشن. چیزایی که باعث میشه تا رضای پروردگارتون رو به دست بیارین اینا هستن: گواهی بدین که بجز خدا خدای دیگه ای نیست و از خدا بخواین که گناهانتون رو ببخشه. هر زمان خواستید میتونید با این 2 تا عمل از خداوند بهش رو طلب کنید و از عذاب جهنم هم به خداوند پناه ببرید. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه دوباره فرمود: فردی که توی ماه رمضان با ایمان به خداوند روزه میگیره و ثوابش رو هم فقط از خداوند میخواد، خداوند گناهان گذشته اون فرد رو هم میبخشه. رسول اکرم صلوات الله علیه دوباره میفرمایند که هر عمل فرزند آدمی پذیرفته میشه، براش 10 برابر ثبت میشه و این عمل خیر ممکنه به 700 برابر هم برسه. بزرگواران، رمضان یک دوره آموزشی فشرده است. پس حکمت از روزه اینه که تقوا رو در انسان ایجاد میکنه. تقوا و خداترسی از الله متعال و پروردگار ما رو در این عبادت ها تربیت میکنه. مقصود کلی از عباداتی که خداوند بر ما واجب کرده است پاکسازی و تزکیه نفس های ماست تا قلب ها تربیت و پرورش یابند، تا اینکه انسان در اخلاق بزرگوارانه به سطح بالایی برسه و در رفتارش به سطح بالایی در رفتار برسه. مثلا الله متعال زکات رو بر ما واجب کرده است. برای چه؟ تا اینکه انسان از بخل و حرص و عدم انفاق پاک و تکذیه شده و به بذل و انفاق عادت کنه، و تا اینکه انسان سخاوتمند و کریم و بخشنده باشه و به برادران ضعیف و فقیرش بیاندیشه. بله، به همین صورت الله متعال با روزه ما رو بر رسیدن به تقوا تربیت میکنه، تا اینکه انسان پروردگارش رو به طور دائمی مراقب خود دانسته و از او در هر امر کوچک و بزرگی ترس داشته باشه. و این گونه است که رمضان یک دوره آموزشی فشرده است. اما چگونه؟ بسیاری از مردم قبل از رمضان تصور میکنن که نمیتوانن مثلا نماز صبح را در مسجد ادا کنن، چرا که در اشتراک به نماز جماعت صبح سستی و سنگینی میکنن. ولی به محض رسیدن ماه مبارک رمضان ثابت میشود که نزد چنین انسان ها هنوز هم همت و عزم وجود دارد و همین امری که برایش خیلی سنگین بود با کمال تعجب برایش آسان شد و نماز صبح را با جماعت در مسجد میگذراند. بسیاری از کسانی که به سیگار یا دخانیات عادت دارند گفته می شود که چرا ترک نمی کنیم؟ می گویند ما نمی توانیم این را ترک کنیم، چرا که سخت به آن عادت کردیم. زمانی که رمضان از راه می رسد بسیاری از مردم ماهیت حقیقیشان آشکار می گردند، به طوری که قبلا تصور می کردند از عهده چنین کاری بر نمی آمدند. ولی به محض ورود رمضان 10 یا 14 ساعت از دخانیات استفاده نمی کنند و این صبر رو به اختیار خودشون می کنند. با اینکه میتونن در یک جای مخفی بروند و سیگار بکشن، ولی میدونن که خداوند متعال بینا و شنواست و او رو میبینه و سیگار رو به خاطر خداوند متعال ترک میکنه. پس اون توانسته که خیشتنداری کنه و نفسش رو مجبور به بسیاری از طاعت و عبادتی کنه که قبل از رمضان نمیتونسته. یا میبینی که چشمش رو از حرام حفظ میکنه، ناسزا و دشنام نمیگه و زبانش رو نگه میداره و میبینه که بسیاری از محرمات رو ترک میکنه و در جواب چگونگی آن میگوید ما در رمضان هستیم. رمضان انسان رو بر طاعت و عبادت خداوند تربیت میکنه که در وجودش همت و عزیمت و نیرو موجوده. بر همین اساس ضروری است که این ایستگاه ها رو غنیمت بشماریم. ایستگاهی که ایستگاه تربیتی محسوب میشه و این عبادت ها تربیتی معنوی محسوب میشن، تا انسان خود رو با سوخت عبادت ها و طاعات تأمین نموده و نفس خیش رو بر عبادت تربیت و پرورش داده، تا اینکه نهایتاً بعد از رمضان این عبادت ها بر او آسان بشن. رمضان انسان رو بر اموری که عادت نداره تربیت میکنه و انسان بعد از رمضان همه ی حالات و اخلاق و رفتارش تغییر میکنه و این یک فرصت بسیار عالی است که ما در همین حال و اعمال صالح و نیک استمرار پیدا کنیم و محرمات و منکرات رو ترک کنیم. از خداوند متعال بخشنده و کریم خواهانیم که ما رو بر آنچه که راضی است و دوست میدارد توفیق عمل نصیب کند. آمین یا رب العالمین.
خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید.